دونالد ترامپ نامزد حزب جمهوری خواه در انتخابات ریاست جمهوری ایالات متحده آمریکا از حمایت مهمترین چهره های این حزب از جمله پول رایان رئیس مجلس نمایندگان و سناتور جان مککین برخوردار نیست. آقای ترامپ در تازه ترین سخنرانی تبلیغاتیش در ویرجینیا به سیاست خارجی پرداخت و در خصوص جنگ داخلی سوریه گفت ما میخواهیم در سوریه مناطقی امن ایجاد کنیم. من هزینه اش را از کشورهای حاشیه خلیج فارس دریافت میکنم. آنهایی که کار زیادی انجام نمیدهند. ما نیازمند 19 تریلیون دلار هستیم که پرداختش نمی کنیم. فراموش نکنید بدون ما کشورهای حاشیه خلیج فارس وجود نخواهند داشت. وی همچنین در بخش دیگری از این سخنرانی به مسئله خروج بریتانیا از اتحادیه اروپا و سیاست دولت آلمان درباره پذیرش مهاجر اشاره کرد. آقای ترامپ گفت کشورهای دیگر در اتحادیه اروپا دارند دنبال روی می کنند زیرا آنها مجبور به پذیرش مهاجر بوده و اکنون این مسئله در حال تبدیل به فاجعه است. چه اشتباهی در کار بوده؟ آنگلا چه شده است؟ نگاهی بیاندازید به وضعیت آلمان، به واقعیت‌ها. من دوستانی دارم که در آلمان زندگی می کنند. آنها می گفتند این بهترین کشور است. اکنون به من می گویند که آلمان را ترک خواهند کرد. یکی از کهنه سربازان آمریکا نیز نشان شجاعت خود را که مدالی برای سربازان مجروح شده در جنگ است به آقای ترامپ اهدا کرد.